برخی از مسئولین شرکت‌های تولیدی زنان می‌گویند هرچند آنان تولیدات خوبی دارند و اگر حکومت با آنان سهولت‌های زیربنایی را فراهم کند تولیداتشان بیشتر رشد خواهد کرد. آنان این سخنان را روز پنجشنبه حین افتتاح نمایشگاه دو روزه تولیدات زنان در شهر کابل بیان کردند. فعلا خانم‌ها خیلی یعنی کم بیشتر شدن که خانمایی هستند که چه بزنس ها را پیش میبرند و در اصل بزنس ها قرار دارن که خودم یکی از او خانم ها هستم که امروز ما شاید از این هستیم که در نمایشگاه خیلی از خانم ها آمدن و سهم میگیرن و خیلی شاهکارها هم دارن که ما شاید هستیم اونا را میبینیم و باید همیشه کوشش بکنیم هدفی که داریم فامیلایی که در جامعه ما زندگی میکنن از نوع خواهش میکنم که خانمایی که فعال دارن در خانواده های خود مانی مشکل ساز بر از اونها قرار نگیرن اونا را اجازه بدن تا هدفی که در زندگی دارن کارکرده که میخواین بکنن هدفی که دارن تا بتونن به هدف خود برسن. چون خودم یک بانو هستم، بلند شدم، یک کار ساختم، من مطمئن هستم بانوان دیگه هم در جامعه ما وجود دارن، اما فعلا فرصت یا زمینه برای اونا مساعد نیستن. زنان افغان میگویند در ادارات دولتی و بخش های اقتصادی حضور آنان کم رنگ است. در مجموع در افغانستان بازارا بر زنا مشکلات خود دارن. درسته سی خانما کمتر است و بازارا برسی که خانما مثل برادرای ما در بازارای عام وجود ندارن و نمیتونن دوکاکین و یا دفاتر خود باز بروی مردم عام داشته باشند و یگانه رایش که یعنی نمایشگاه هاست میتونه اونا را با مشتریشون وصل کنه و اونا فروشات خود داشته باشند. اما ما سریق اتاق تجارت سنوی زنان افغانستان با وزارت تجارت با ریاست نمایشگاه ها صحبت داریم که بتونیم یک بازار دائمی به خانما اول در کابل و بعدا در سایر ولایت بسازیم. برخی از مسئولین شرکت های تولیدی زنان در این نمایشگاه به رادیو آزادی گفتند که از کارهای تولیدیشان راضی‌اند، اما از حکومت می‌خواهند که در فراهم آوری زیربناها با آنان همکاری بیشتر کند.